شاید خوب نمیفهمیدیم اون روزگار، ما وارد یک جنگی شده بودیم با دشمن که میشد گفت چیزی از قوانین این جنگ نمیدونستیم. توی این جنگ دعوا سر حفظ اسرار نبود مثل اون چیزی که تو بازجویی ها هست، بلکه بحث سر علنی کردن اسرار بود، بحث سر کم گفتن یا زیاد گفتن، رکب زدن یا رکب خوردن، اون چیزی که تو بازجویی ها معمول هستش نبود، بلکه این جنگ جنگی بود بر سر حرمت کلمه مقدس مجاهد. خمینی ضد بشر میخواست که هویت سیاسی و عقیدتی یک نسلی رو با کلمه خودساخته منافق لوس بکنه، خراب بکنه، و اون نسل بر این بود که نگذاره و از حرمت این کلمه مقدس که نماد و ارزش تمام، که نماد و شاخص تمام ارزش‌های خدایی و مردمی در مقابل تمام ضد ارزش‌های خمینی بود دفاع بکنه. ما خیلی زود فهمیدیم که این کلمه مرز سرخ خمینیه و هرگز ازش کوتاه نخواهد اومد و البته این جنگ بهای بسیار گزافی رو میطلبه، ولی هیهات نسلی که اراده کرده بود که از حرمت این کلمه دفاع بکنه چه باکی از پرداخت قیمت داشت. این ماجراها ادامه داشت تا اینکه ما اواخر سال 66 کلن بندمون منتقل شدیم به زندان گوهردشت. اونجا بعد از بخشیگری هایی که حالا جای شهرش اینجا نیست، ما رو تقسیم کردن گروه های کوچکتر تو بندهای فرعی. تو گوهردشت بندهای یک بند اصلی بود با سلولهاش و یک قسمت هم ابتدای بند میشد بند فرعی که ما رو تقسیم کردن تو این بندهای فرعی. چند روز گذشته بود، یک روز از پاسدار اومد یک لیستی رو داد گفت اینو پر بکنید. این لیست شامل نام خانواده یک سری مشخصات و دست آخر اتهام، و ما تو اون لیست در ستون اتهام نوشتیم هوادار مجاهدین. یک ساعتی گذشته بود که اومدن یکی از بچه ها رو کشیدن بیرون شروع کردن به لطپار کردنش و حرفشون این بود که باید پس بگیرید اینو.